حکومت پاکستان با تحریک لبیک پاکستان که در سال 2021 این گروه افراطی را تروریستی اعلام کرده بود توافقنامه امضا کرده است. طبق این توافق حکومت پاکستان پلیس ویژه برای مبارزه با توهین به مقدسات در چارچوب پلیس فدرال این کشور ایجاد می کند. تحریک لبیک پاکستان یک گروه افراطی است. این گروه در زمان نخست وزیری عمران خان به عنوان گروه تروریستی شناخته شده و فعالیت‌های رسانه‌ای این گروه نیز ممنوع شد. بر اساس توافقنامه جدید، حکومت پاکستان به این گروه تعهد داده است که ممنوعیت رسانه‌ای این گروه را بردارد و تمام اتهاماتی را که علیه اعضای این گروه وارد است پس بگیرد. حکومت پاکستان در این سند گفته است که تحریک لبیک پاکستان را دیگر به عنوان یک گروه تروریستی نمی‌شناسد. برخی از کارشناسان پاکستان گفتند که این توافقنامه در کوتاه مدت ممکن است به احزاب حاکم سود برساند، اما امتیازدهی به گروه‌های تندروی مذهبی در دراز مدت مشکلات این کشور را بیشتر خواهد کرد. چندی قبل زمینه‌سازی دیدار وزیر خارجه طالبان با رهبر سپاه صحابه که متهم به قتل هزاران شیعه پاکستانی است با انتقادات تندی در داخل و خارج پاکستان مواجه شده بود. منتقدان این اقدام را به عنوان همدستی و حمایت از قاتلان هزاران شیعه بیگناه در پاکستان عنوان کرده بودند. برای بحث بیشتر در این باره حسین علیزاده کارشناس مسائل سیاسی و امور بین الملل از لندن با ما همراه هستند. سلام، وقت شما بخیر. خسته نباشید. عرض ادب جناب علیزاده. جناب علیزاده، چرا حکومت پاکستان گروهی را که قبلا تروریستی میدونسته اکنون برخلاف آن عمل کرده و با آن توافق کرده است؟ بفرمایید. ببینید، این جریان افراطی در دولت آقای عمران خان عنوان یک نهاد تروریستی تلقی شده بود، چون که روی کرده به شدت ضد دولت آقای عمران خان رو داشت. خب دولت آقای عمران خان ساقط شده، خود آقای عمران خان تحت فشارهای سیاسی قرار گرفته، دولت جدیدی هم که به قدرت رسیده در واقع قدرت کنترل کردن این جریان واپسگلای سلفی رو نداره. به عبارت دیگه میخوام بگم که آماری که دولت طالبان ارائه داده گفته است که با به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان میزان اقدامات تروریستی در این کشور 51% افزایش پیدا کرده. این یعنی چی؟ یعنی اینکه تا زمانی که گروه های تروریستی پایگاهی در خاک افغانستان نداشتند، فقط در خود پاکستان فعالیت میکردند، خب زیر ضرب دولت قرار میگرفتند و سریعا میتونستن اینها رو کنترل کنن، اما الان میتونن عملیات تروریستی انجام بدن، به خاک افغانستان کوچ کنند و تحت تعقیب قرار نگیرند. الان به نظر میرسه که با شرایطی که دولت جدید به قدرت رسیده، زمینی که گرایشش با دولت عمران خان کاملا متفاوت هست، از در مصالحه با این جریان های تروریستی برآمدن که اینها رو به گونه ای متقاعد بکنن که دولت سویه سیاسی علیه اونها نداره و بلکه اینها رو بتوانه به نوعی قانع کنه که اینها از اقدامات تروریستی خودشون صرف نظر کنن. بله، آیا این اقدام حکومت پاکستان امتیازدهی و نوعی حمایت از گروه‌های تروریستی نیست؟ بفرمایید. ببینید، صورت مسئله رو بایستی بزرگتر از این دید. نگاه کنید، الان دولت پاکستان در گمان خودش آمده با به یک نهاد تروریستی داره امتیاز میده تا بلکه اونها از این اقدامات دست بشوین. اما مسئله پاکستان فقط یک حزب، یک جریان سیاسی واپسگرای سلفی نیست، بلکه ده‌ها جریانات موازی و مشابه همین جریان تحریک لبیک پاکستان وجود داره. یعنی به نوبه خودش دیگر جریانات سلفی اگر ببینن که دولت آمده و یک
سازمانی مانند تحریک لبیک را از فهرست های تروریستی بیرون آورده، طبیعتا دستشون باز خواهد بود برای اینکه تبلیغات داشته باشن، فعالیت های حضور اجتماعی داشته. خب این انگیزه ای برای دیگر جریانات تروریستی می شود. به عبارت دیگه شاید دولت پاکستان اینطور تلقی کرده که از مسکن استفاده بکنه، در حالی که این مسکن در علاج واقعه نمیکنه، بلکه میتوانه دامن بزنه به حضور جریانات تروریستی. اونها هم بخوان عیناً روش همین تحریک لبیک پاکستان رو پیش بگیرن، بعدا انتظار داشته باشن از فهرست های تروریستی خارج بشوند و بعدا بخواهند از دولت امتیاز بگیرن و در نهایت وقتی میتوانن حضور اجتماعی سیاسی داشته باشن در انتخابات شرکت کنن، عضو پارلمان بشن. و تصور کنید که یک جریان فکری با این عقبه سلفیگری خودشون اگه عضویت در نهادهای قانونگذاری پیدا بکنن، چه خطرهای بزرگی رو برای دولت پاکستان پیش خواهد آورد. در کلیت باید گفتش که این اقدام در واقع مصلحت جویانه اما کوته بینانه است و دراز مدت رو دولت پاکستان در این مسیر نگاه نکرده است. تشکر میکنم از شما آقای علیزاده.